اظهار تأسف. پاسخ رئیس جمهور کرزی به اظهارات جدی شورای علمای پاکستان. از اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر هستیم و ای که انتحاری رینا جایز می دارن. آیا تنها تأسف خوردن برای رئیس جمهور کافی است؟ رهبر کره‌ای شمالی در انتظار تماس تلفنی باراک اوباما. سلام، وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس یوش خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی در واکنش به گفته های رئیس شورای علمای پاکستان میگوید از اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر هست. آقای کرزی میگوید این که از زبان شورای علمای پاکستان شنیدیم که انتحاری جایز است، حقایقی را که ما قبلا گفته بودیم اکنون از زبان خودشان شنیدیم. رئیس جمهور کرزی امروز گفت کسانی که تروریسم را تشویق و حمایت می کنند باید در فهرست سیاه گنجانده شوند. اما آقای کرزی از فرد مشخصی نام نبرد، در حالی که شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان را موقف رسمی پاکستان خواند. اما رئیس جمهور کرزی می گوید علمای پاکستان از زبان خود آنچه را که ما بر آن تاکید داشتیم اعلام کردند و امیدوارم که وضعیت تغییر کند و به عقلانیت برگردند. از اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر هستیم و ای که انتحاری رینا جایز می دانند و از زبان اینها شنیدیم که جایز است، بس ما را به تمام مانا به حقایقی که قبلا داشتیم ولی روشنی سرشنان داشته بود آره از زبان خودشان شنیدیم، امیدوار هستیم که وضعیت تحلیل کنه و به عقلانیت برگرد. تویز که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود، نه تنها که در لیست سیاه عملیات خلافشان گرفته شود بلکه در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود. روز گذشته مشاور و معاون امنیت ملی افغانستان خواستار اتحاد نیروهای سیاسی افغانستان بر ضد مداخلات پاکستان شدند. چیز مانع اقدام جدی افغانستان در برابر اظهارات پاکستان می شود؟ وحید عمر عضو گروه افغانستان 14 و بلقیس روشن عضو مجلس سنا مهمانان این بحث هستند. خیلی خوش آمدین. آقای عمر، فکر میکنین چیز مانع این میشه که رئیس جمهور یک پاسخ جدی و درخور برای پاکستان بده در این گونه موارد؟ ببینید، وقتی که دیروز مشاور امنیت ملی افغانستان و معاون مشاور امنیت ملی افغانستان بسیار موضع‌گیری تند کردند در قبال پاکستان و در مقابل شورای علمای پاکستان و سازمان استخباراتی پاکستان، یک نگرانی که وجود داشت بین همه ما این بود که مبادا که این موضع‌گیری به عنوان موضع‌گیری شخصی دو نفر باقی بمانه، چنانچه در گذشته ای کار شده و موقف‌های ضد و نقیض گرفته شده. اما امروز رئیس جمهور به عنوان فرد اول توقع نباید باشه که بسیار واضح و روشن یک صحبت بکنه، اما اشارات تلویحی داشتن به ای که امو موضع‌گیری دکتر سبسپنتا و آقای نبیل را به نحوه چیز کردن. یعنی مثلا کدام مورد را شما میگن؟ مثلا وقتی که میگن که وقتی که ازشون سوال شد که آیا سازمان جاسوسی سازمان آیسای شامل لیست سیاه شوه، گفتن هر کسی که تروریسم حمایت میکنه، نگفتن که نه نباید شوه. ولی این خیلی آقای عمر شما میدونین بسیار کلیگویی میتونه باشه، این که کسانی که اطفال را میکشن، زنان را میکشن، بله، مردان را میکشن، باید در فهرست رئیس جمهور میگه که اخلاقیات معلوم نیست که اون فهرست چی است نزد رئیس جمهور و فهرست سیاه شامل شود از فرد مشخص، کشور مشخص، سازمان مشخصی که نام نمیبره. من یک حقیقت اشاره میکنم، بعد از او موقف ما را میگم. حقیقت ای است که انتظار این میرفت که امروز به نحوی رئیس جمهور این اظهارات که به نحوی یک تغییر بسیار رادیکال در سیاست خارجی افغانستان نشان میده به نحوی رد کنه، اما او رد نکرد و تلویحاً ایره گفت که ما با چیزی که اینا گفتیم موافق هستن. ایره باید به فال نیک گرفت. رئیس جمهور توقع باید این نمیرفت که به مو وضاحتی که آقای نبیل گفته بود و دکتر سبسپنتا گفته بود به مو وضاحتی گپه بگویه و
آنچه را ما در اعلامیه هم خود هم پیشنهاد کردیم این است که آل باید وزارت خارجه و ریاست جمهوری با مردم افغانستان بگویند که موقفی را که دکتر سپنتا به عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان و آقای نبیل به عنوان معاون مشاور امنیت ملی افغانستان گرفته، این واقعا موقف اماهنگ شده حکومت افغانستان است و این را باید وزارت خارجه بگوید و این را باید ریاست جمهوری هم بگوید. خانم روشن، واقعا شما معتقد هستین که توقع نمیره که رئیس جمهور صریحا اظهارات پاکستانی ها را رد میکرد امروز؟ تشکر بر سلام خدمت بیننده های محترم. در رابطه با صحبت های رئیس جمهور، شما میفهمی از یک حکومتی که خودش وابسته باشه بیشتر از این تقاضا نمیره. عموما صحبت های افراد به شمول رئیس جمهور، به شمول شورای امنیت و در مجموع ارسقویش بگیم، اینا اومد صحبت های فصلی، صحبت های موسمی دارن. هر موسم که میاد، هر فصل که میاد، هر تغییر کامت، اینا به مو رقم تغییر میاد، یعنی به ساز دگاه میرقصه. به نظر من فعلا شورای علمای پاکستان یا در مجموع دولت پاکستان به شمول بادار اصلیش یا ارباب اصلی تمام همه مستعمرات که انگلیس باشه، اینا رفتن وعده های دادن. به اونجا گفت که بهترینش پاکستان است، امیر رئیس جمهور به همین زبان خود گفت. وقتی که به هند میره باز میگینی بهترینش هند است، ما باید مبارزه کنیم. اما وقتی که باز امو ظاهرن دروغن امریکا اگر میگه که ما به پاکستان حمله میکنه، یک چند وقت پیش شدید شده یا به اصطلاح زیر فشار یکم اونا رو گرفته بود، باز امیر رئیس جمهور با می زبان خود گفت که ما برادر خود پاکستان حمایت میکنیم، ما طرف پاکستان است. پس بنان ما میگیم که اینا زیادتر صحبت های فریبنده است، زیادتر صحبت های موسمی است که به یک نحو میخوایم مردم در نگرانی، در مصروف نگه داشتن، یک چهار روز خود بگذرانه. در غیر از او، از یک رئیس جمهور، از یک دولت اگر خود حداقل هم وابسته دروغین هم باشه، با می وضاحت که یک کشور دیگه در امورش مداخله کنه، برش امر بده، نهی بکنه، به نظر من که باید حداقل با دروغ هم شده، دست خالی هم شده، علیش بگوید که تو حق نداری، تو بهتر است که معدن یا مرکز تروریسم هستی در کشور تو. فکر میکنین خانم روشن که چی چیز مانع میشه که رئیس جمهور یک موقف جدی بگیره؟ حالا مشاور امنیت ملی افغانستان و معاون شورای امنیت ملی افغانستان اظهاراتشان را شما شنیدین دیروز در برابر پاکستان؟ رئیس جمهور گفتم یک فردی است که زیادتر از مردم خود کرده، از کشور خود کرده، موقف خود دوست داره، چوکی خود دوست داره. بنان برای او فرق نمیکنه که به سر مردم افغانستان چی میگذره، به او فرق میکنه که برادران حزب اسلامیش ازش ناراحت نشه. فردا اگر که دیگه حمایت کنندهشان رفتن که نمیره، بازم حداقل شاید کمتر شوه، اینا در کنارش باشه. برای او این مهم است که برادران طالبیش فردایی که اگر فشار سرش بیاد او رو نکشه. برای مردم افغانستان برای او اهمیت نداره، 13 سال حکومت کرده و اینا هم سخنگویاش یا به اصطلاح تشویق کننده‌اش یا گپ بدن مردم میده، باز خودش به یک نحو میگه. و حامیاش هم همونطور که ما دیدیم، مردم افغانستان بمباردمان‌های یا راکت پرانی‌های پاکستان دید، هرگز کشورهای خارجی حمایتی که باید از مردم افغانستان بکنن نکرده و نخواد کردن، جز اینکه از مو تیدا در نشینا و دور برش حمایت کرده. به این خاطر ما میگیم که رئیس جمهور که وابسته باشه بیشتر از او انتظار نمیره. بله آقای عمر، در سخنان رئیس جمهور معلوم میشه که هنوزم رئیس جمهور امیدوار است، میگه که باید پاکستان برگرده و به عقلانیت برگرده دوباره. اما سوال جدی در مورد حاکمیت ملی افغانستان که حالا با سخنان آقای اشرفی زیر سوال رفته، اونا عملا افغانستان را در کنار کشمیر و فلسطین کشور اشغال شده خواندن، چرا این سوال حاکمیت بی پاسخ میمانه؟ من فکر میکنم که این بار اول هم نیست که یک حمله مستقیم شده بالای حاکمیت مردم افغانستان. قبلا هم شما به خاطر دارین که آقای عمران خان این موضوع را مطرح کردن، امروز مولانا طاهر اشرفی و اردوی شخصیت ها کسایی هستند که به شبکه استخباراتی پاکستان رابطه بسیار مستقیم دارن. برداشت ما هم ای است که بر علاوه ای که مشاور امنیت ملی و معاون مشاور امنیت ملی موقف های تند گرفتند، اما موقف رسانه ای تنها کافی نیست، دو کار باید شوه. یکی ای که سفیر پاکستان در کابل باید احضار شوه، رسما احتجاج باید درج شوه با حکومت پاکستان، از حکومت پاکستان باید وضاحت خواسته شوه، رئیس شورای علمای
پاکستان نمیتونه یک فرد باشه، به نمایندگی از یک ساختاری گپ میزنه که در پشت از اون نهادهایی هستند که اونا مربوط به نظام در پاکستان هستند. آقای نبیل دیروز رسما گفتن که این موقف رسمی پاکستان میتونه باشه. موقف رسمی پاکستان هست، موقف رئیس علمای پاکستان، و این وضاحت باید خواسته شود. بحث دیگری که آقای اسپنتا مطرح کردن که ما به عنوان کابل سیاسی، نهادهایی که در تحت چتر قانون اساسی زندگی میکنیم، باید یک موقف مشترک بگیریم. این ابتکار باید حکومت بگیره. اینا باید توقع نداشته باشند که یک حزب سیاسی یا اپوزیسیون یک نهاد جامعه مدنی حکومت را فراخوان بده که شما بیاین که ما شما یک موقف مشترک بگیریم. حالی که اینا ای صحبت را کردن و خوب هم هست، اینا باید این موقف را بگیرن، نهادهای سیاسی را، جامعه مدنی و اینا را بخواین و این تغییر کلان در سیاست ما را تلقی میکنیم. از آقای عمر، شما کار کردین در حکومت افغانستان و در کنار رئیس جمهور، خوب میفهمین چه مگذره در درون حکومت افغانستان. این از ما واقعا میبینین که در برابر پاکستان یک صدای رسا و جدی مطرح شود؟ ما حال نمیتونم حکم بکنم، به خاطر که دو سال است که ما با حکومت نیستم. اما آنچه را ما میخواهیم که ما به عنوان حرکت افغانستان 1400 میخواهیم که جدی مطرح کنیم، این است که نهادهای سیاسی و مدنی در بیرون از حکومت انتظار دارن که حکومت افغانستان، اگر اینا میخواهند که سازمان آیسای در لست سیاه سازمان ملل متحد بره که رئیس جمهور امور رد نکرد، اینا باید نهادهای سیاسی را در افغانستان و جامعه مدنی را بخواین، ابتکار خودشان بگیرن و یک موقف مشترک بگیرن. و ما فکر میکنم که این موقفشان یک مقدار حمایت نهادهای بیرون از حکومت را خواهد داشت و بر حکومت افغانستان یک فرصت خوب است که بالای این تجاوز لفظی، بالای حاکمیت ملی افغانستان، مردم را منسجم بکنه و این ابتکار را باید توقع نداشته باشن کس دیگه بگیره. خانم روشن، شما معتقد هستین که افغانستان تغییر موقف بده در برابر پاکستان؟ شما سیاست‌های دولت افغانستان را دیدین، با توجه به اینکه متهم میکنن سران حکومت افغانستان پاکستان را به مداخله، اما همین سران میگن که با پاکستان باید پیمان دوستی هم بسته شود. اما پیشتر گفتم که از یک عمود حکومتی، از یک عمود دولتی تا به شمول سقویش، منظورم است که مردم افغانستان هرگز توقع نداشته باشه و ایرا امید نکنیم که با گفتن با گفتن دهن هیچ کس شیرین نمیشه و در 13 سال میره گفتن گذاشته شود که پاکستان میگیم همچنان ادامه بده. ما میگیم اگر مردم ما بخیزن خودشان درست است، اما این دولت اگر ما انتظار داشته باشه که این حکومت یعنی رهبری مردم رو به دست بگیره، حرفای آقای عمر که میگه باید حکومت از خود ابتکار به خرج بده و این گروه ها را بخواید، حکومت شما میگید آقای کرزی، شما ببین گفتم یک رئیس جمهوری که در یک اش ما پیش بگه ما شیر هستیم در خانه شیر کس نمیه، اش ما بعد یا اف ما بعدش بگه ما کا میخوریم، ما تو فکر کن که از تو یک کسی، هر کسی که بگه که ما انتظار داریم که این رهبری را آقای کرزی بگیره یا مچوب اسپانتا بگیره یا نبیل بگیره، نبیل که ربانی کشته شد گفت که ما این کارا رو میکنم، گم شد، باز دیگه باز 4 روز گم شد، الباز معاون شده. اینا فقط به یک دیگه خود باج میته و مردم مصروف نگاه میدار. در غیر از او همونطور که ایران سازمان جستی ایران کار میکنه، همونطور که از پاکستان کار میکنه، همونطور که سیایی کار میکنه، در اینجا ما میگیم گپای آقای کرزی اگر یکیش عمل میداشت بسیار خوب بود، بسیار خوب که حداقل هم اشاره کرده که پاکستان بشو. اما ایر شما مطمئن باشه که همین صبح باز اگر 4 تا طالب پاکستان آزاد کنه بدون ضمانت ازنا، بدون از که به دست خود ازنا تحویل بده، باز اینا اینقدر استقبال میکنه مثل که خالد زدن، چقدر 8 نفر طالب آزاد کرده چی جانانه زدنشان، به خاطر که اینا متخاو بردای بدبختی هستن و مردم ما رو مصروف نگاه میدن. شما ببینید که در پیشنهاد چند روز پیش دیدیم که گفت مستر محکمه را به طالبان میتونه بیاید، وزارت عدلیه را به طالبان میتونه بیاید. پس اینا مردم هاییست که نه به دموکراسی باور داره، اینا مردم هاییست اکثریتش که امو سنتگرای های قدیمه است، اما امروز نکتایی زده، امروز خود لکس میکنه، باز با یک نه و به مردم هم نمایش میده و به عنوان یک پروژه در 13 سال فقط بیشتر چی کرده که دلار گرفته و خودشان چاقتر شده و خانتر شده، اما بر مردم افغانستان همون مردم فقیر است، بدتر از او که یک کشور کت کنه وابسته است از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، حداقل یک غرور داشت که میگفت در افغانستان هیچ کشور خارجی نمیتونه پای بمانه اونجا حکومت کنه، اما امروز میبینیم که توسط این وابسته های خود زیر نام اسلام، زیر نام های مختلف اقوام، سمت، مذهب، اینا چقدر دامن میزنه. به این خاطر ما میگیم که مردم افغانستان اگر خودشان اقدام کنن، من ایمان دارم، عقیده دارم که همون مردمی که هر بار مقابل هر خارجی، مقابل هر داخلی خیسته و دهنشه
شکستانده بازم میتونه متحد شوه بدون مسئله قومی و سمتی. اما انتظار ما از این حکومت داشته باشیم، از این پارلمان داشته باشیم، از این قوی قضایه داشته باشیم، این یک فریبی است که ما خود میتیم مثلا کپک و سر خود زیر برف بکنیم و بگوییم که ما رو مردم نمیبینه، در حال که ما رو دنیا میبینه که اینا چی رقم موقف داره. یک روز یک چیز میگه، یک روز یک چیز میگه، یک روز دشمنش است، یک روز برادرش است، یک روز پیمان استراتژیک با هند میبنده که دشمن پاکستان است، باز میگه ما با تو هم میبند، تو هم ناراحت نباش، با پاکستان هم میبند، با آمریکا هم میبند. ما یک کشور میخوایم که دی امروز در عصر زمان امروز کشور باشه که تمام دنیا در او اتحاد کنه، این ناممکن است. فقط ما را فریب میده و مردم ما را بدبخت داره. من میگم اگر کشتایی که ما امید حداقل به عنوان یک نماینده به فرار رفتیم، قماندان خودشه در ولسوالی قلیکا به نام زمره کشته، یک دست و پای شما فکر کنید که جسدش امروز ساعت 7 شام به مادرش آورده، دست و پایش سبا ساعت 3:30 بعد سر قبرستان آورده، از دست امی طالب، از دست امی پاکستان، و این افتخار میکنه که برادر ما سیاد گس. من میگم که بیشتر فریب است. آقای عمر، مسئله فهرست سیاه است. آیا واقعا آنچه را آقای نبیل مطرح میکنه این یک اظهارات شخصی میتونه باشه و یا نه دولت افغانستان جدی است؟ رئیس جمهور و حکومت افغانستان تا هنوز به گونه جدی این مسئله را که مطرح نکردند و در اظهارات امروز هم که از فرد مشخص، کشور مشخص، سازمان مشخصی هم نام نمیبرند. بر اینکه ما دقیقاً میخواهیم که امی وضاحت به وجود بیاید. امروز افغانستان 1400 یک اعلامیه صادر کرد و در او اولین نکته ای بود که در گذشته بارها ای کار شده، یک مقام حکومتی یک صحبت را کرده، یک مقام دیگه حکومتی باز به رسانه ها گفته که موقف شخصی فلانی خان بود. امی وضاحت به وجود بیاید که این موقف رسمی و اصلی حکومت افغانستان است. امروز رئیس جمهور این را رد نکرد، ولی وزارت خارجه قرار است که در این موضوع موقف باید بگیره و ریاست جمهوری هم موقف بگیره. و یک گپ دیگه، نکته آخری را که ما در اعلامی خود به او اشاره کردیم این است که ببینین ISI به عنوان سازمان جاسوسی شما علاقه دارین که بلست سیاه بره، ولی هم آقای دکتر سپنتا، هم انجینیر سب نبیل، هم رئیس جمهور افغانستان میفهمن که در داخل نظام افغانستان کسایی هستند که بعد از این آقای نبیل و دکتر سپسپنتا حتما یک تلفن کشیدن به کسی و برش گفتن که شما مطمئن باشین که موقف رسمی حکومت افغانستان نیست. ای اعمال نفوذی سازمان‌های جاسوسی بالخصوص از ایران و پاکستان را دکتر سپسپنتا و نبیل صاحب و رئیس جمهور به عنوان یک وظیفه اخلاقی باید دیگه نگذارن که موضع‌گیری حکومت افغانستان را مخشوش بسازن. در چه ردیه هستند این افرادی که شما نام می‌برین به عنوان عوامل نفوذی و ستون پنجم در درون حکومت افغانستان؟ از من خواهین که نام بگیرم افراد، ولی ما به ضمانت برتون میگم که در رده های بالایی هم هستن و در رده های متوسط هم هستن. حالا در نزدیکان رئیس جمهور این افراد گفته میشه وجود دارن؟ بلکل که وجود دارن، دقیقاً که وجود دارن. و ایر شما از دکتر سپسپنتا و از آقای نبیل بخواهید. پس در این حالت میشه گفت که اظهارات آقای سپنتا و آقای نبیل میتونه اظهارات شخصی و اون چیزایی که از شخصی اینا مطرح کردن باشه؟ خب تا حالی وضاحت وجود نداره. ما امیدوار هستیم که موقف رسمی حکومت افغانستان باشه و تمام حکومت افغانستان. بار بار شنیدین پیشتر از این قضایایی که اتفاق افتیده، مثلا قتل استاد ربانی، حمله به جان اسدالله خالد و این مسائل، در آخر روز دولت افغانستان دوباره با پاکستان برادر شدم. متاسفانه اگر به گذشته بر بگردین، احتمالاً که این موقف هم همطور گذاشته شوه و فردا یک موقف متناقض دیگه گرفته شوه. اما امیدواری است که نظام ای بار یک فرصت داره که یک موضع‌گیری که از جانب اعضای عالی رتبه شده او را دیگر در تناقض قرار نده و نظام به عنوان یک نظام یک موقف هماهنگ شده بگیره و هیچ کسی امیال شخصی خود را و یا منافع خود را با کشورهای همسایه در این موضع‌گیری در خطر نبینه و بالاخره این موضع‌گیری مبادل شود به موضع‌گیری. ولی در موجودیت اون ستون پنجم آیا امکان داره اصلا این کار شود؟ این دیگه ای بار باز هم وابسته است. یک چانس آخر برای کسایی که در داخل نظام افغانستان متعهد با منافع افغانستان هستند. گیرم متعهد به منافع افغانستان به تمامش نه، اما حداقل در مقابل عوامل نفوذی و نفوذ سازمان استخباراتی منطقه در افغانستان برزد از او هستند. ای بار دیگه باید امو موقف خود را جدی محکم بگیرن و نگذارن که یک بار دیگه اینا خودشان قربانی شون و یا این هم که این موضع‌گیری باز هم با یک موضع‌گیری متناقض دیگه زیر سوال قرار بگیره. خانم روشن، اگر چون این موقف گرفته نشه، فکر میکنین پس از این پاکستان چه خواهد کرد؟ حالا با این برخورد هایی که شما فصلی و موسمی میگین، پاکستان آنچه که تا امروز انجام داده ادامه خواهد داد؟
ادامه هم خواهد داد، به خاطری که گفتیم همونطور که آقای عمر هم گفتن به حساب جواسیسشان اگر بگوی از ارگ ریاست جمهوری شروع کنین، مثل جنگایی که بین آقای خرم و لودین شدن که یکی دیگه خود متهم به جاسوسی کردن، شما باور کنید که از گفتیم از ارگ شروع کنین تا ولسوالیای دورافتادی هر ولایت جاسوسای اینا جابجاست، از بخش فرنگی شروع کنین، از بخش سیاسی شروع کنین، از بخش اقتصادی شروع کنین، بهترین اجنتا رو اونا داره و برشان کار میکنن و ایره مطمئن باشه که یعنی شما ببینید از اینمی دولت، از اینمی افراد ای دیگه مگه یک معجزه شوه که مردم افغانستان خیر باور نمیکنه، حتی اگه معجزه هم شوه بین شما ببینید که روز چهارشنبه افتتاح شوراست، با شما گپای آقای کرزی با گپای صحبت های امروزش و صحبت های روز چهارشنبه شو مقایسه کنیم که چقدر یک تفاوت بزرگ خواهد داشت. اونجا باز یک خواب خیالات دیگه میبینید که رفت باز مشاورش برش یک چیز دیگه میگه، باز وزیرش برش یک او میگه که خب ما اینجا از حزب اسلامی سیم موقف داریم، او میگه باز ستون پنجمی را که آقای عمر نام میبرند در درون دولت افغانستان چقدر است قوت اینها و این گروه هایی که حالا ضد ستون پنجم کار بکنند؟ اینا همه قدر است که مثل که به سر مسائل اقوام و سمت و مذهب چوکی های کابینی کرزیه، چوکی های مستقلشه، چوکی های و غیره و غیریشه تقسیم کردن، به می اندازه چوکی های سهم پاکستان معلوم است، سهم ایران معلوم است، سهم امریکا معلوم است، سهم انگلیس، هر کدامشان افراد خود دار. شما ببینید یک چهار روز که تیر شد وقت از او که تیر شد بازور مندازه دیگه هیچ کس پرسان ازش نمیکنه مگه باز یک کس دیگه حمایتش کنه که دوباره بیاید. ما گپ سرزیست که مردم افغانستان کسایی که واقعا دلسوز است دی جامعه ایتونیست که افراد اکثریت مردم ما میگیم کشور دوست دارم، مردم خود دوست داریم، ما میخواهیم و میدانیم که مثل پاکستان مثل ایران اقدام کنیم، عمل کنیم و جوابگو باشه برای اونها. همین نیرو با می دست خالی خود که سرش حساب نمیکنه، آقای کرزی فقط دنبال بادارا و دوستا و اربابای خود هسته. شما مطمئن باشه اگر هر رئیس جمهوری که اعتماد کنه بهترین قوت و بزرگترین قوت از دست منطقه، اما متاسفانه که رئیس جمهوری که خودش به زور آمده باشه یا به پشتبانی دیگر آمده باشه، او همون گپای گفتم هر دم خیال است، کسی که خودشان تقاضا میکنه که طالبه شما از لیست سیاه بیرون کنید، طالبی که دشمن مردمش از زن میکشه، طفل میکشه، مرد میکشه، کشور خود بر پاکستان به خدمت پاکستان، همون طالبی که میگه ما این دولت به خاطر خارجی ها قبول نداریم، میگه ما با این دولت مذاکره نمی کنیم، با آمریکا مذاکره می کنیم، پس ارباب از او هم آمریکاست پشت صحنه. شما ببینید با او میخوای کنار از لیست سیاه دور کنی، ولی نمایش میده که ما میخوایم سیاه لیست سیاه بیه، ما میگیم کلش بیه به شرطی که عملا استاد باشه، صحبت کردنش خوب است اما عمل کردنش اگر خود ما فریب بتیم فقط مردم و خود فریب میتیم، تا اینکه که بشینیم به گپای زو باور کنیم باید مردم خود کوشش کنیم که متحد شوه و بتانیم که یک تصمیم خود مردم این دفعه بگیره، نه به خاطر فرد و به خاطر کسی دیگه. آقای عمر اگر کوتاه بفرمایید که اگر حکومت کاری نکنه شما امید دارین که در سطح پایین جامعه، حالا احزاب سیاسی، گروه های مدنی و مردم عام در برابر پاکستان کاری بتانند؟ ما متاسفانه در بین نهادهای سیاسی بیرون از حکومت هم ای هماهنگی را و ای ابتکار را نمیبینم که اینا به ابتکار خود چیزی را سازماندهی بکنن. نظام هم تا هنوز متاسفانه که ای قدرت را نشان نداده، ولی به هر حال با این نظام باید ساخت تا یک سال دیگه و از این نظام باید توقع کرد، باید خواهش کرد که نظام هنوز هم که یک سال دیگه به انتخابات مانده و به تغییر به انتقال قدرت سیاسی مانده بعضی موضع‌گیری های بکنه که حداقل رویت نظام در این سال آخر یک کمی بجا شد. اگر بکنه. وحید عمر عضو گروه افغانستان 1400 و بلقیس روشن عضو مجلس سنا، از حضور هر دوی شما ممنون. و بسکتبالیست سابق آمریکایی که اخیراً طی سفر به کره شمالی با رهبر این کشور دیدار کرده گفته کیم جونگ اون به دنبال جنگ نیست بلکه منتظر تماسی از سوی باراک اوباما است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دینیس راتمن ستاره سابق بسکتبال آمریکا مشهورترین آمریکایی است که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرده است. این سفر که از سوی وی و با همراهی چند تن از اعضای یک تیم بسکتبال آمریکایی انجام شد در حالی صورت گرفت که تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی به دنبال آزمایش هسته‌ای پیونگ‌یانگ بالا گرفته است. رادمن در مورد سابقه حقوق بشری کیم جونگ اون گفت من یک دیپلمات نیستم و افزود من به دنبال بخشش برای او نیستم و در برابر کارهایی که او انجام داده چشم خود را نمی بندم. اما از سوی دیگر وی تاکید کرد که کیم جونگ اون اکنون یک دوست است. رادمن خاطر نشان ساخت که کیم جونگ اون به وی گفته من نمی خواهم با کسی جنگ کنم. رادمن افزود کیم جونگ اون می خواهد اوباما یک کار را انجام دهد و آن تماس با وی است. دنیس رادمن کیم جونگ اون را بسیار متواضع و در عین حال بسیار قدرتمند خواند. رادمن گفت
رهبر کره شمالی عاشق باسکتبال است و من هم گفتم که اوباما نیز عاشق باسکتبال است. بیایید همکنون از این نقطه مشترک کار خود را آغاز کنیم. راتمن همچنان سن رهبر کره شمالی را 28 سال گفت. وی در پاسخ به سوالی در مورد اردوگاه‌های کار اجباری زندانیان در کره شمالی پاسخ داد: ما نیز همین کار را در کشور خود انجام می‌دهیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا حالا. خدا نگهدارتان.